سلام و وقتتون بخیر. در ایران عزیز دوستان، اگر صدا و تصویر اوکی هست یه تاییدیه بدید به من که من بدونم صدا و تصویر اوکی که بتونیم وبینار رو شروع کنیم. امیر عزیز، محمد، روزبه، آقا محمد دیگه، مرسی، صبح شما هم بخیر. خیلی بسیار عالی. ساعت چنده؟ به موقع شروع کردیم؟ زود نیست یا دیر نیست؟ نه. خب امروز موضوع وبینار هست فراکتال ها، اینکه چطور باید با فراکتال ها معامله کنیم. یعنی اول اصلا ببینیم که اصلا فراکتال ها چی هست. سعید جان صبح شما هم بخیر، سلام. اینکه باید ببینیم فراکتال ها چی هست و چطور میشه با فراکتال ها معامله کرد، یه توضیح در مورد این سیستم و این استراتژی براتون بدیم. راه های ارتباط با ما رو تصویر میبینید. برای دوستانی که بار اول هست شرکت میکنن، webinars.yarat.forex.com ایمیل مستقیم بنده است. از این طریق میتونید سوال هایی که در مورد مسائل فنی دارید، در مورد آنالیز ها دارید، در مورد شاخص های فنی دارید و غیره، میتونید از طریق این ایمیل از من بپرسید و کارهایی که مربوط به حسابتون هست، واریزی، برداشت، انواع حساب و غیره، میتونید از طریق iran@forex.com بخش فارسی شرکت میتونید از طریق در ارتباط باشید. آیدی تلگرام و شماره تلفن هم هستش رو صفحه که میتونید ببینید و از این طریق اثر کدوم که برای شما راحت تره با ما ارتباط بگیرید. این مطالبی که عنوان میشه به عنوان مطالب اطلاعات عمومی بازاریابی فقط و برای اهداف اطلاعاتی ارائه میشه و تحقیق مستقل برای سرمایه گذاری نیست. هیچ چیزی در این مطالب شامل یا نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا پیشنهاد سرمایه گذاری یا درخواست برای خرید و فروش یا هر نمادی مالی در نظر گرفته بشه. تمام اطلاعات ارائه شده از منابع معتبر جمع آوری شده و هر گونه اطلاعاتی حاوی از نشانه‌ای از عملکرد گذشته بوده و تضمینی برای و قابل اعتماد بودن برای عملکرد آینده بازار نیست. کاربرا هم اعلام می‌کنن که هر گونه سرمایه‌گذاری در محصولات با ضریب معاملاتی بالا با درجه خاصی از عدم اطمینان مشخص میشه و هر گونه سرمایه‌گذاری در این زمینه شامل سطح بالایی از ریسک که کاربران تنها و مسئول جوابگو هستن و ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر و زیان ناشی از سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات ارائه شده در این ارتباط نداریم. این مطالب نباید بدون اجازه کتبی توضیح و یا در جای دیگر مورد استفاده قرار بگیره. این ارتباط نباید بدون اجازه کتبی قبلی توضیح بشه و یا منتشر بشه. خب اما در مورد بنده اهورا چالکی هستم، با بیش از 12 سال تجربه تجارت در بازار بورس جهانی و مشاوره مالی در کشورهای مختلف، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت مشاوره ترید برام زیرو اسپرد و ترید پروسس. اون چیزی که ما در وبینار امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم فراکتال ها هستن و اینکه فراکتال ها چی هستن، انواع فراکتال ها کدومن، یه توضیح در مورد خود فراکتال ها میخوایم بدیم و در انتها هم بررسی آنلاین بازار رو داریم بر اساس درخواست شما و نمادهایی که شما میخواید بررسی میکنیم و ببینیم که وضعیت بازار به چه صورت. اینم در انتهای وبینار و سوال و جواب رو هم خواهیم داشت. میخوام ببینم قبل از که شروع کنیم، میخوام ببینم که چند نفر از بچه‌ها اینجا کسایی هستن که در مورد فراکتال ها اصلا اطلاعاتی داشته باشن یا از این فرم و نماد این فرم در واقع استفاده از این فرم فراکتال ها استفاده کرده باشن. وحید و سیمین عزیز سلام و صبح شما بخیر. محمد استفاده نکرده. امیر نه. اون یکی آقا محمد دیگه هم نه. خب تقریبا کسی هست که ببینید اینطوری بگیم کسی هست که استفاده کرده باشه، شاید اینطوری. محمود استفاده کرده، وحید آشنایی داره ولی استفاده نکرده. خیلی میتونیم بگیم طبعا دو سه نفر از بچه ها یا آشنایی دارن یا استفاده کردن و باقی استفاده ای نکردن. بسیار خوب. فراکتال ها یکی از شاخص های تحلیل تکنیکال هستن که در وسط آقای بیل ویلیامز که خودش یه تریدر موفق بود ایجاد شده و در واقع روند تغییرات قیمت رو به موجهای کوچکتر و قابل فهمتر میاد تبدیل میکنه تا برای فهم بهتر و روشنتر وضعیت و روندهای بازار به ما کمک کنه. این یه خلاصه ای از این که فراکتال ها چی هن. بسیاری هم اعتقاد دارن که یعنی در بحث معامله خرید و فروش در بازار خیلی اعتقاد دارن که قیمت‌ها و تغییرات در بازار به صورت رندومه و کاملا اتفاقی و بر اساس حوادث پیش میاد و الگو یا شکل خاصی نداره.
اما خیلی دیگه از معامله گران اعتقاد دارن که روند تغییرات از الگوهای متفاوتی پیروی میکنه که درک و تجزیه و تحلیل درست این الگوها میتونه به ما در شناخت بهتر از وضعیت بازار کمک کنه. در واقع کاری که فراکتال انجام میده اینه که روند بزرگتر رو میان به الگوهای کوچکتر و بسیار ساده تر تبدیل میکنن. خب حالا آقای ویلیامز یه خود اطلاعات در موردش بخوام بیشتر بدیم که اعتقاد داشته که قدم اول بر این باور بودن که موفقیت در بازار، یعنی برای موفقیت در بازار، قدم اول موفقیت در بازار اینه که بتونیم آگاهی از الگوهای داخلی، یعنی تغییرات داخلی رو داخلی یک روند رو بتونیم تشخیص بدیم و ابعاد اون رو بشناسیم، که اینو بهش که اسمشو گذاشته بود شناخت ابعاد حرکتی، یعنی این وضعیت رو شناخت، این گذاشته شناخت ابعاد حرکتی، یعنی هر انواع سیستم های یا روش های حرکتی که ایجاد میشن رو این ایجاد کرده بود. کدوم اول باید قبل از اینکه از در واقع در بازار شروع کنیم به کار کردن و قدم اول برای اینکه ما از این بازار اصلا پول در بیاریم اینه که باید این ابعاد در واقع حرکتی نمادها و این ابعاد حرکتی شمع ها رو بیاییم بشناسیم. فراکتال ها هم در واقع مثل خیلی دیگه از تحلیل در واقع شاخصه های فنی بر اساس شمع ها یا کندلستیک اومده پایه‌گذاری شده. که این ابعاد، شناخت ابعاد حرکتی رو آقای ویلیامز اومده به 4 قسمت تقسیم کرده که امروز ما در مورد قسمت اول، یعنی در مورد فراکتال ها صحبت میکنیم. در مورد قسمت های بعدی حالا، یعنی این قسمت فراکتال ها رو امروز چیزی که ما در موردش چیز شد روش کشیده شد خیلی فراکتال ها رو امروز ما در موردش صحبت میکنیم. در مورد موضوعات دیگه حالا در وبینارهای دیگه اگر فرصتی شد میگفتش که در واقع ابعاد حرکتی شامل فراکتال ها میشن که یه مرحله به نام مرحله وسعت اسمشو گذاشته، بعد محدوده که به مرحله ترکیب انرژی اون روند و فشارهایی که بهش وارد میشه، مرحله بعدی رو اسمش گذاشته لحظه، مرحله اون لحظه‌ای که انرژی های بازار تخلیه میشه، یعنی جهت ها میاد یه شکل خاصی میگیره، اسمش رو گذاشتن لحظه و یا مومنتوم بهش میگیم، و اظهار و شتاب، یعنی اینکه نماد روند ها میان خودشون رو نشون میدن و شتاب حرکتی، یعنی اون روندی رو که به ما نشون داده بودن حالا میان در اون روند یه شتاب حرکتی میگیرن و به اون سمت پیش میرن، و در آخر هم حفظ تعادل یا جذب کننده های فردی که میگن که خب حالا این وسعتش رو میاد میشناسه، یه سری انرژی ها و فشارها با هم ترکیب میشن، انرژیش آزاد میشه، وقتی انرژی آزاد شد در اون مرحله‌ای که داره با فشار به یک سمتی پیش میره و در نهایت هم یه خط تعادل ایجاد میشه، یعنی به یک مرحله میرسه و در یه تعادل باقی میمونه، یعنی یه روند میتونه یه دفعه بره بالا، یه محدوده رو برای خودش تعیین میکنه، میاد بعد میره بالا یه مرحله که انرژی میگیره برای بالا رفتن و بعد شتاب میگیره، یه جامپی ما تو بازار داریم معمولا، و بعد از مرحله فشار و اون وقتی که خودشون روند خودشون نشون داد و یک شتابی گرفت و در نهایت تبدیل به میره به یک مرحله‌ای که مرحله حفظ تعادل خودشه، که حالا بعد از اون حفظ تعادل دوباره تصمیم میگیره که بیاد پایین یا بره بالا. این در واقع این شناخت کلی رو، این در واقع وضعیت کلی رو بهش میگن، بهش آقای ویلیامز میگه شناخت ابعاد حرکتی، که اگر شما کلمه فراکتال رو تو گوگل سرچ کنید از یک مفهوم ریاضی میاد که در حالت کلی میتونیم بگیم تکرار شدن یک چیز، میبینید که اصلا اینجا این هم داره تکرار میشه برای خودش، این تکرار شدن یک مسئله در حالتهای مختلف در وضعیتهای مختلف میاد شکل میگیره. این هم به خاطر اینه که بر اساس کندلستیک، اگر وبینارهایی که مربوط به کندلستیک بود و شرکت کرده بودید بارها در این مورد توضیح دادم که بر اساس کندلستیک کسایی که این باور رو دارن و این سیستم معاملاتی تکنیکال رو استفاده میکنن، اعتقادشون بر اینه که بازار میاد خودش رو تکرار میکنه و این تکرار بازار مثل مثلا همون نظریه امواج الیوت، مثلا امواج الیوت هم میاد میگه که بازار خودش رو تکرار میکنه و بر اساس یک الگوی خاصی حرکت میکنه و بازارها الگو دارن.
یعنی حرکت ها الگو دارن. مثل عرض کردم خدمتتون که معمولا معامله گرا دو بخشن، یه سری معامله گرا اعتقادشون اینه که بازار بدون هیچ الگویی حرکت، یعنی قیمت ها بدون هیچ الگویی بالا پایین میشن، و یه سری هم اعتقادشون اینه که نه، ما یه الگو داریم و بر اساس یه سری الگوهاست که قیمت های بازار، یعنی شمع ها بالا پایین شدن شمع ها، یه سری الگو دارن و بر اساس این الگوها تغییر و تحولات انجام میشه. حالا فراکتال ها بر اساس در واقع این الگوی تکرار اومده بیان بنیان گذاشته شده یا بنا گذاشته شده، درستش بخوایم بگیم. اما در مورد اینو من پاک کنم که بتونیم بریم صفحه بعد. خب حالا فراکتال ها یه نوعی از کندلستیک ها یا شمعان، همونطور که گفتم، که تو تایم فریم های مختلف قابل استفاده هن. یعنی شما میتونیم بگیم تایم فریم رو اینو میتونیم تو تایم فریم های مختلف استفاده کنیم، و در همینطور که گفتم در تایم فریم ها یا بازهای زمانی مختلف هم از 5 تا شمع میان تشکیل میشن، یه شمع وسطی، دو تا شمع سمت چپ و دو تا شمع سمت راست. شمع وسطی یا میانی باید سطح بالاترین بالا یا پایینترین پایین رو نسبت به دو تا شمع قبلی داشته باشه، که حالا شکلاشو براتون کشیدم نشون میدم. اگه یکی از کندلا هم سطح بالاترین بالا یا پایینترین پایین باشه، یعنی دو تا کند از اون دو تا کندل قبلی کندل میانی، اگه هر کدومشون هم سطح بالاترین بالا یا پایینترین پایین که کندل وسطی هستن باشن، اون دیگه جزء فرم فراکتال حساب نمیشه. چرا؟ چون در این صورت دیگه شمع میانی بالاترین بالا یا پایینترین پایین نیستش. یعنی مهمترین شرط این که ما بگیم که این شکل یک شکل فراکتالیزمه، باید این شمع میانی پایینترین پایین، یا اگر در فراکتال بالاست باید بالاترین بالا باشه. یه فراکتال اینجا من نوشتم فرانتال، ببخشید، این فراکتال، یه فراکتال دوبار شکل نمیگیره. یعنی وقتی که بسته شد دیگه بسته شد و فراکتال شد دیگه فراکتال شد، و دیگه وقت یعنی بعد از اینکه شمع ها بسته شدن، اون دیگه فراکتاله و ما میتونیم بر اساس اون محاسباتمون رو انجام بدیم. ما دو نوع فراکتال داریم، فراکتال بالا و فراکتال پایین. فراکتال بالا که میگم منظور فراکتال صعودی نیست، چون یه سری از دوستان اینو میگن که مثلا فراکتال اشتباه شاید برداشت کنن، میگن فراکتال صعودی، فراکتال بالا. حالا فراکتال صعودی هم بعضی وقتا بهش میگن، اما نه صعودی به معنای روند صعودی، یعنی فراکتالی که بر اساس شمع هایی که بر اساس در واقع صعود در یک روند صعودی شکل گرفتن. پس فراکتال صعودی یا فراکتال بالا به معنای روند صعودی یا روند نزولی نیست. اینو من اول اصلا روشن کنم که اگه وقت به شما گفتن فراکتال صعودی، این به این معنا نیستش که روند صعودیه. خود شکل فراکتال صعودی، یعنی یک کوه به سمت، مثل شبیه یک کوه به سمت بالاست، به این میگن فراکتال صعودی یا فراکتال بالا. حالا تو انگلیسی بهش میگن آپ فراکتالز یا فراکتال، فکر کنم باید بگیم فراکتال بالا دیگه اگه اشتباه نکنم. این یه مورد، این اول خاطرتون باشه. حالا فراکتال بالا از 5 تا شمع تشکیل شده پشت سر هم مثل فراکتال پایین، اما فرقش چیه؟ فرقش اینه که این شمع وسطی یا شمع سوم، وقتی میگیم بس بالا، یعنی بعد از در واقع دو تا شمع صعودی باید شکل گرفته باشه، یک، دو، سومین شمع یا شمع وسطی باید بالاترین بالا باشه، یعنی این نقطهش باید بالاترین بالا باشه. یعنی اگر این سطح بیاد برابر این بشه، یا این بیاد برابر این بشه، یا اینجا مثلا این بیاد برابر این بشه، این دیگه فراکتال حساب نمیشه. فراکتال خصوصیتش، یعنی شرطش، مهمترین شرطش اینه که این شمع میانی یا شمع سوم حتما باید یا بالاترین بالا باشه، یا اگه فراکتال پایین هست پایینترین پایین باشه. یعنی این پایینترین قیمت این باید پایینتر از همه دو تا شمع قبلی و دو تا شمع بعدی خودش باشه. فراکتال بالا به این صورت، یعنی به سمت بالا، سا فراکتال پایین به این صورت. حالا این میتونه عرض کردم در بازهای زمانی مختلف باشه، میتونه در شیب های مختلف، یعنی زاویه‌ای که ایجاد میشه بین شمع ها مهم نیست. این که در کدوم تایم فریم هم استفاده، در کدوم تایم فریم هم شکل گرفته مهم نیست، مهم اینه که در واقع شمع های قبلی و بعدیش از این شمع وسط یا پایین تر باشن یا بالاتر باشن در فراکتال پایین. این تا اینجا. اما چند تا نکته خیلی مهم داریم که اون نکته های مهم اینا که میگه که هر فراکتال از 5 تا شمع تشکیل شده، که اینجا میتونیم شمارش کنیم. مثلا در فراکتال پایین
اول دو تا شمع نزولیه، بعد یه شمع سوم میاد شکل میگیره و بعد دو تا شمع صعودی. این میشه فراکتال پایین. پس هر فراکتال از 5 تا شمع تشکیل شده. اگه فراکتال به سمت فراکتال بالا باشه میشه دو تا شمع صعودی، شمع سوم که بالاترین بالاست و بعدش دو تا شمع نزولی. نکته ای که اینجا هست، تا شمع شماره پنجم یعنی تا کندل پنجم بسته نشه ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این فراکتال هست یا نه. یعنی تصمیم گیری بر اساس فراکتال ها باید حتما بعد از بسته شدن شمع پنجم باشه. یعنی اگه شمع پنجم بسته نشه اون هنوز وضعیتش در مورد اینکه فراکتال هست یا نیست مشخص نمیشه و نباید بر اساس اون برنامه ریزی کنیم یا تصمیم گیری کنیم. بر هر گونه برنامه ریزی یا تصمیم گیری در مورد بر اساس فراکتال ها باید حتما بعد از بسته شدن شمع باشه، شمع پنجم باشه. این نکته اول، یعنی نکته خیلی مهمی که یعنی مهمترین نکته ای بود که بود. حالا اینکه روند رو با فراکتال ها چطوری تشخیص بدیم؟ آیا این که مثلا بعد از این، یعنی این شکل فراکتال بالا شکل گرفت، آیا صرفا شکل گرفتن فراکتال بالا به معنای اینه که روند صعودیه؟ خیر، عرض کردم خدمتون فراکتال بالا به معنای روند صعودی نیست، یا فراکتال صعودی اگه بهش میگیم به معنای روند صعودی نیست. روند صعودی یا بول که بول میشه گاو، حالا برای همین با شکل گاو مشخص میشه، روند صعودی روندیه که فراکتال، ببینید این 1 2 3 4 5 پنجم بسته شد، پس ما متوجه شدیم این فراکتال صعودیه. حالا شمع بعدی بیاد این بالاترین بالا رو بگذرونه، یعنی شمع ششم وقتی شکل گرفت بسته شد تموم شد، از بالاترین بالای یعنی از شمع شماره 3 ما بالاتر باشه، یعنی بریک اوت کنه این سطح رو یا این سطح رو بشکنه، بهش شمع شکننده هم میگن، شمعی که نه که خودش بشکنه، یک چیزی رو شکاننده شاید بگیم، ما شمعی که چیزی رو میشکنه، چون شکننده که میشه خودش شکسته، شمعی که یه چیزی رو میشکنه یا شکاننده حالا بهش بگیم یا هر چیزی، این شمع وقتی میاد بالاترین بالا رو میشکنه و از این سطح عبور میکنه، یعنی از سطح بالاترین بالا عبور کرد و بسته شد، حالا ما میتونیم بگیم که روند صعودی داره شکل میگیره. پس تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بر اساس خود فراکتال نیست، بر اساس شمع یعنی بعد از اینکه فراکتال بسته شد، حالا اگر در فراکتال صعودی یه فراکتال در واقع فراکتال بالا بسته شد تمام شد، ما متوجه شدیم این فراکتال بالا هست، بعد شمع ششم، ببینید شمع 1 2 3 4 5 بسته شد، ما متوجه شدیم این فراکتال بالاست، حالا اومدیم شمع ششم. شمع ششم اگر از بالاترین بالا عبور کرد و در بالاتر از این بسته شد، این قیمت بسته شدن دیگه صعودی از پایین شروع میشه در بالا بسته میشه. اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم بگیم که خب روند یک روند صعودیه و ما باید با پوزیشن خرید وارد بازار بشیم و نه با پوزیشن فروش یا هر چیز دیگه ای. پس اینجا این میشه فراکتال صعودی. این در مورد در واقع روند صعودی. این در مورد بحث روند که ما چطوری میتونیم روند رو تشخیص بدیم. حالا برعکس این میشه تشخیص روند نزولی. در تشخیص روند نزولی ما باید در واقع یه فراکتال پایین داشته باشیم که 1 2 3 پایین ترین پایینه، 4، آها اینجا شاید مثلا اینجا یه اشتباهی شد، 5 باید شکل بگیره، ببخشید این 5 رو چیز نکرد، این 5 اینجا این فرم اشتباهه، این الان باید در واقع اینطوری باشه، بذارید من اینجا این 5 باید شکل بگیره، اینو الان اینجا براتون میکشم. خب این 1، این 2، این 3، این 4، این 5 اومده شکل گرفته، این 5. حالا شمع ششم که میشه این شمع، پس ما این الان فراکتال پایین ما شکل گرفت، میبینید که این پایین ترین پایینش پایین تر از همه این هاست، پس یه فراکتال پایینه.
حالا فراکتال پنجم هم شکل گرفت، ما اینو متوجه شدیم که یه فراکتال چیه؟ یه فراکتال پایینه. بعد شمع بعدی یعنی این شمع، این شمع از قسمتی که شکل گرفته یه شمع نزولی بوده که اومده این سطح رو، یعنی سطح پایین ترین پایین شماره 3 رو گذرونده و ازش عبور کرده و این پایین تر از اون بسته شده. پس ما باید یه فراکتال پایین داشته باشیم. در فراکتال پایین یک شمع ششمی که یعنی شمع ششم بیاد پایین ترین پایین اون فراکتال پایین رو بشکونه و پایین تر از اون بسته بشه. در این صورت ما میتونیم تشخیص بدیم که روند یه روند چیه؟ نزولیه. یعنی اومده یه مقدار رفته بالا و حالا به سمت پایین داره میره. این میشه روند نزول. این که چطور تشخیص بدیم یک روند روند نزولیه. این در مورد تشخیص روند نزولی یا صعودی فراکتال ها. چهار تا نکته خیلی مهم اینجا براتون یادداشت کردم که عرض کنم خدمتتون. اونم این که نکته اول این که این استراتژی یا الگو یا حالا فرم یا الگو بهش بگیم یا اسمش هر چیزی بخوایم بذاریم، تو همه تایم فریم ها قابل استفاده است. یعنی شما اینو میتونید در همه تایم فریم ها بیا چیکار کنید استفاده کنید، اما در تایم فریم های بزرگتر همیشه بهتر جواب میده و برای اسکالپینگ هم مناسب نیست. یعنی شما اگر اسکالپر هستید از این در اسکالپینگ نمیتونید استفاده نکنید. پس در همه تایم فریم ها قابل استفاده است، ولی در تایم فریم های بزرگتر یعنی یک ساعت به بالا، در تایم فریم های یک ساعته، چهار ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه، در تایم فریم های بالاتر بهتر جواب میده. برای تایم فریم های کوتاه، برای تایم فریم های شورت در 5 دقیقه، 10، 15 و تا 30 دقیقه، برای اونها هم میتونید اونها مشاهده بکنید، ولی برای اسکالپینگ جواب نمیده. یعنی درصد موفقیتش برای اسکالپینگ پایینه. نکته بعدی اینه که اخبار و تحلیل های فاندامنتال تاثیر زیادی تو این در بازار دارن و مخصوصا تو این سیستم. همیشه باید اخبار رو پیگیری کنید. ببینید یه مثال براتون اینجا بزنم. شما الان ببینید اینجا این یه فراکتال بالا بود، درسته؟ ببینید 1 2 این سومی شک گرفته، 4 و 5 الان این بالاترین بالا ما از این پایینترین. ششمی اومده چیکار کرده توی فراکتال بالا؟ شمع ششم اومده از بالاترین بالا گذشته و الان اومده به این منطقه رسیده و از این در اینجا بسته شده. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه ما روندمون نزولیه، باید بر اساس خرید وارد بازار بشیم. اما یه دفعه یه خبر اعلام میشه. مثلا یه مثال براتون بزنم. مثلا یورو یو اس دی، اتفاقی که برای یورو یو اس دی هفته قبل افتاد، بعد از اینکه آقای دو هفته قبل در واقع افتاد، بعد از اینکه آقای ترامپ اومد اعلام کرد که مثلا ما تعرفه‌های جدیدی از اول سپتامبر برای محصولات چینی داریم، یه دفعه دلار اومد پایین و اتفاقی که توی شاخص دلار افتاد و توی یورو یو اس دی افتاد برعکس روندی بود که تا قبل از اون داشتیم. این برای چی بود؟ یعنی در واقع میخوام عرض کنم خدمتتون که در بازار همیشه باید حواسمون به خبرها باشه، مخصوصا به خبرهای یه دفعه‌ای که تو بازار اعلام میشه یا به دادهای اقتصادی مهمی که قراره ریلایز بشه، منتشر بشه. ما باید همیشه حواسمون به اون باشه تا از این مشکل خلاص بشیم. یعنی پس برای اینکه این مسئله رو نداشته باشیم همیشه حواسمون به خبرها باشه. این نکته خیلی مهمه که باید تو ذهنمون باشه. نکته بعدی، مثل همه شاخص‌های دیگه، فراکتال‌ها هم به تنهایی قابل استفاده نیستن و باید با شاخص‌های فنی دیگه استفاده بشن. یعنی شما بهتره فراکتال‌ها رو در ترکیب با شاخص‌های فنی دیگه استفاده کنید که تجربه نشون داده RSI و فیبوناچی بهترین ترکیب‌ها برای فراکتال‌ها هستن. یعنی شما وقتی می‌خواید فراکتال استفاده کنید، RSI و فیبوناچی به شما میتونن بهتر از شاخص‌های فنی دیگه کمک کنن و شاید بتونید بگید مثلا جواب بهتری میتونن به شما بدن در اینکه چه اتفاقی تو بازار قرار بیفته و اینکه تحلیل درستری بتونید داشته باشید. پس فراکتال ها رو تنها استفاده نکنید لطفا، سعی کنید همیشه در ترکیب با
همیشه در ترکیب با شاخص های فنی دیگه استفاده کنید. اما در مورد تعیین کردن استاپلاس، ببینید ما فرض رو میگیم که اینا فراکتال ها، خب یعنی فرض بر این که اینا فراکتال دیگه، تو فراکتال ها میایم یه سری خطوط رو ما میایم نصب میکنیم، این میشه این خطوطی که بیشترین در واقع بالاترین بالاهای اکثر بالاترین بالاها اومدن در اینجا بسته شدن، سطوح مهم. این سطوح مهم رو بر اساس این خطوط میایم نصب میکشیم و از اینها به عنوان استاپ لاس یا تیک پروفیتمون میایم چیکار میکنیم، استفاده میکنیم. یعنی اگر اینجا الان ببینید 1 2 این 3 4 این 5، الان یه فراکتال آپ اینجا، خب این یه فراکتال بالاست، این یه فراکتال بالاست، ولی خب بعدش چیزی به ما نگفته که روند صعودی میشه یا نزولی، پس فقط یه فراکتال بالاست، میتونیم تشخیص بدیم که یه فراکتال بالا بوده، صرفا رنگش اینجا میتونیم تشخیص بدیم که یه فراکتال بالا بوده، خب ولی این فراکتال بالا بعدش آخرش با 2G بسته شده و اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی نه به ما سیگنال صعودی داده نه نزولی، میبینید که روندم یه روند خنثاست. اما ببینیم اینجا چیزی پیدا میکنیم، مثلا 1 2 3 5. خب الان میتونیم اینجا رو مثلا بگیم که خب 1 2 3 4 این 1 2 3 که پایین ترین پایینه، بعدش شمع 4 شمع 5 شمع 6 و 7 به سمت نزولی اومدن، شمع بعدی 8 اومده پایین ترین پایین رو شکونده، یعنی اومده سطح فراکتال رو از این سطح شکونده. خب ما اینجا میتونیم با فروش وارد بشیم، وارد شدن به بازار، اگر ما اینجا این شمع بسته شد میخوایم فروش وارد بشیم، ما اگر بیایم یه چیزی در مثلا در این سطوح وارد بشیم دیگه، بعد این سطح میشه سطح استاپلاس ما. حالا این زیاد شاید مثال زیاد روشنی نباشه، حالا روی چارتا براتون بیشتر توضیح میدم رو چارت زنده. تا اینجا رو ببینیم، اگر سوالی داشتید به سوالا جواب بدیم، بعدش میریم رو چارت زنده، رو چارت زنده براتون بهتر توضیح میدم. خب سعید، سوالی اگه تا اینجا دارید، موضوع کلی فراکتال ها به همین سادگی بچه ها، این چیز خاصی نداره، موضوع کلی فراکتال ها رو میتونیم بگیم که بسته شده. سوالی اگر دارید بپرسید و بعد میریم روی چارت یه توضیحات کلی میدم و بعد وارد بخش بعدی که تجزیه و تحلیل بازاره. سوالی اگه داشتید در مورد نمادهای مختلف در مورد اونها صحبت میکنیم. سعید میگه که نظریه گین و مربعات هم در این مبحث قرار میگیره. بله تقریبا. سعید آقای دیگه پرسید در فراکتال ها باید منتظر باشیم شمع ششم هم بسته بشه تا پوزیشن. ببینید بله، تو فراکتال ها بس اینه که ما برای اینکه اصلا خود فراکتال رو تشخیص بدیم، ببینید اینو من برای اینکه خود فراکتال رو تشخیص بدیم، اینجا عرض کردم خدمتتون که ما باید منتظر بشیم حتماً 5 تا شم شکل بگیرن. این 5 تا شم که شکل گرفتن، ما میتونیم در واقع متوجه بشیم که خب ما یه فراکتال بالا داریم یا فراکتال پایین. وقتی که فراکتال بالا یا پایینمون رو تشخیص دادیم، متوجه شدیم، یعنی وضعیت مشخص شد که این فراکتال پایینه یا فراکتال بالا، بعدش یعنی 5 تا شم باید بسته بشن. شمع پنجم به ما صرفا میگه که این فراکتال بالاست یا فراکتال پایینه، آیا اینو به عنوان فراکتال قبول کنیم یا نه. شمع ششم، یعنی شمعهای ششم به بعد، اون شمعهایی هستن که ما باید بر اساس اونا بیاییم چکار کنیم، بیاییم بر اساس اونا تصمیم بگیریم. پس ما بر اساس این 5 تا شمع تصمیم نمیگیریم، بر اساس این 5 تا شمع ما فقط یه چطور از کنم خدمت، فقط میتونیم تشخیص بدیم که یه فراکتال بالاست یا فراکتال پایین. چون اکت ها بر اساس، یعنی اکت های بعدی ما بر اساس فراکتال بالا یا فراکتال پایین بودن بسته میشه، یعنی پایه و اساسش اینه. 5 تا شمع اول برای تشخیص فراکتال بالا یا فراکتال پایین بودنه، شمع ششم به بعد برای تشخیص روند و استاپ لاس و ایناست که برای این استفاده میشه بیشترین مواقعش.
خب در فراکتور باید نشون شما. خب اینم که جواب دادم. روزه پرسه در فراکتال ها مهمه که شمع سوم با شمع یک و دو هم رنگ باشه یا نه، اگر فقط بالاترین یا پایین ترین رو ایجاد کنه کفایت میکنه. نه، رنگش میتونه متفاوت باشه. این شمع ها میتونن متفاوت باشن، یعنی شرط این نیستش که حتما این چیز باشه، این حتما صعودی باشه یا نزولی. مهم این پایین ترین پایین یا بالاترین بالاشه، یعنی این دو ماش قیمت هایی که ایجاد کرده. این شمع ها میتونن، یعنی در واقع شمع 1، 2، 3، 4 و 5، ما بین اینا ما میتونیم شمع صعودی، یعنی شکل اینا میتونه مثلا این درازتر باشه، بعد این شمع نزولی باشه این وسط، بعد دوباره این شمع صعودی باشه. یعنی اینکه کدوم شمع صعودیه کدوم شمع نزولی، یعنی اینکه این شمع صعودی باشن حتما یا نزولی، اون زیاد نقش بازی نمیکنه. نقشی که بازی میکنه این قیمت، پایینترین قیمت و بالاترین، یعنی پایینترین پایین و بالاترین بالا رو داشتن. یعنی اینکه حتما شمع سوم باید پایینترین پایین رو داشته باشه در فراکتال پایین، و در فراکتال بالا حتما باید بالاترین بالا رو داشته باشه. این نکته مهمش اینه. نایف پرسن که خب بذارین سوالش طولانیه، من قشنگ اینو چیز کنم که بتونم بخونم. بالا یا پایین بودن فراکتال هیچ ربطی به روند بازار نداره؟ یعنی اگه فراکتال رو تشخیص بدیم بر اساس شمع بسته شده بعدی روند رو تشخیص بدیم، اگه شمع ششم هم سطح شمع قبلی بود میشه از شمع هفته هشت روند تشخیص داد؟ خب ببینید نایف جان، همونطور که عرض کردم خدمتون، اینجا بذار من اینو بیارم، اونی که در مورد روند بود، کدوم صفحه در مورد روند بود؟ آها، ببینید اینجا عرض کردم خدمتون که ما شمع 1، 2، 3، 4 و 5مون، خب این شمع 1، شمع 2، شمع 3، شمع 4، شمع 5، این شمع 1 تا 5مون بر اینه که ما تشخیص بدیم که این فراکتال یه فراکتال بالاست یا فراکتال پایین. فراکتال بالا یا پایین بودن همونطور که عرض کردم خودش به تنهایی نشان دهنده صعودی یا نزولی بودن نیست. اما یکی دو تا شمع بعدش، یعنی شمع ششم میتونه باشه، هفتم یا هشتم میتونه باشه، اینها با شکستن بالاترین بالا در یک فراکتال بالا میتونن تایید کنن که این روند روند صعودیه. یعنی در واقع به این صورت اومده پایین، اما این دفعه که رفته بالا یعنی از اون بالاترین بالای قبلی چکار کرده؟ گذشته و در بالاتر از این بسته شده. یعنی ما اول فراکتالمون 1، 2، 3، 4، ما 5 تا فراکتالمون اینجا بسته شده. فراکتال 6 تا 8 یا 6 یا 7 یا 8مون، شمع 6 تا 8مون اومده چکار کرده؟ این بالاترین بالا رو گذرونده و بالاتر از اینم بسته شده. وقتی اینجا اومد بسته شد، اینو گذروند، یعنی اینکه ما همچنان در یک روند صعودی هستیم، یعنی روند صعودی داره ادامه پیدا میکنه. پس ما باید با خرید وارد بازار بشیم، ما اوردرمون باید اوردر چیز باشه، اوردرمون باید اوردر بای باشه. این میشه حالا برعکس اینم میشه نزولی. یعنی اگر ما بخوایم توی فراکتال اینو صفحه بعدی تو برم، یعنی ما اگه بخوایم چیز کنیم بگیم برعکس اینم صادقه، در برعکس اینم همینطور میشه. شمع 1، 2، 3، این 4، من شمع 5 عرض کردم خدمتتون، تو ترسیما نکشیده بودم، این شمع 5 که الان اینجا میکشم براتون، این شمع 5. خب حالا شمع 6، 7 یا 8 اومده چیکار کرده؟ 6 تا 8 اومده چه اتفاقی افتاده؟ اومده این پایین ترین پایین 3 رو شکونده. اینجاست که ما میتونیم تشخیص بدیم این روند نزولی. یعنی فراکتال پایین برای تشخیص روند نزولی استفاده میشه، اما با تگی که از شمع 6 7 یا 8 میگیره، خودش به تنهایی نشانی از، در واقع خودش به تنهایی نمیتونه بگه که صعودی یا نزولی. فقط برای همینم هم بهش میگن که کندل، بهش میگن که آپ فراکتال یا داون فراکتال، نمیگن بیرش فراکتال یا بولیش فراکتال، میگن آپ داون.
آیا کندل ششم نباید 50% از خطوط ساپورت یا رسیستنس زده شده باشه؟ نه، همچین چیزی نداریم. یعنی ما توی موسم پرسیده که آیا کندل ششم، که این کندل میگه که کندل ششم از خطوط ساپورت یا رسیستنس باید 50% از خطوط ساپورت یا رسیستنس رو زده باشه؟ نه، همچین بایدی نداریم. یعنی میتونه اتفاق افتاده باشه، میتونه اتفاق نیفته. ما تو توضیحاتی که خود آقای ویلیامز در واقع برای قواعد این فراکتالیز نوشتن، همچین قانونی رو ننوشتن که این حتما باید این اتفاق بیفته. همچین قانونی رو خود آقای ویلیامز ندارن. شاید تحلیلگرا، مثلا یه سری تحلیلگرا میان بر اساس تجربه خودشون یه چیزی گفتن که من نمیدونم، فکر نکنم همچین چیزی باشه، ولی چیزی رو که خود آقای ویلیامز در توضیح قوانینش، قوانین فراکتالیز میگه اینه. سعید میگه که در خصوص نظریه گن و مربعات و اینکه که یک مربع کامل میشه و وبینار دیده، وبینار نداریم فعلا در مورد، من اجازه بدید یادداشت کنم. در پلن های آینده یه نظرسنجی بکنیم و در مورد نظریه مربعات. چشم، من نوشتم سعید جان و بقیه بچه ها. لطفا بچه ها برای وبینارها، من بارها عرض کردم خدمتتون، خواهش کردم ازتون و باز هم ازتون خواهش میکنم بچه ها، برای وبینارها موضوع هایی که نیاز دارید رو برای ما حتما بفرستید و به ما حتما خبر بدید. یعنی ما باید موضوعی که شما نیاز دارید رو بدونیم و اگر در غیر صورت من موضوع رو بر اساس موضوع های ترندای که تو بازار هست و اکثر تریدرها یا معامله‌گرها تو کشورهای مختلف استفاده میکنن و در نهایت من مجبورم از تو اونا انتخاب کنم براتون، وگرنه اگر شما موضوع خاصی دارید که به دردتون میخوره، یعنی فکر میکنید براتون مهمه و نیاز دارید که در موردش وبینار داشته باشیم، حتما موضوعاتون رو به ما لطفا اطلاع بدید. خب باید حتما بدنه کندل ششم شکننده باشه یا اینکه سایه کندل هم شکننده باشه برای سیگنال کافی. چیزی رو که توی فراکتالیز نوشته شده اینه که بسته بشه. یعنی وقتی میگم بسته بشه، یعنی کندل ششم برای از این سطح بگذره. تو جمله انگلیسیش نوشته شده که should be closed، یعنی باید بسته بشه. یعنی وقتی میگه باید بسته بشه، یعنی بدنش مهمه. این بدنه اصلیه، یعنی فقط سایه یا این دومش نوشته نشده. توی توضیحات خود آقای ویلیامز به زبان انگلیسی توضیح داده شده که این بدن، این در واقع کندل ششم باید حتما بسته بشه زیر پایین ترین پایین، یا اگر بالا است بالاترین بالا. خب سوال دیگه در این مورد نداریم بچه ها. اگه ندارین یه بریم روی چارت زنده و اونجا ببینیم یه چند تا نمونه پیدا کنیم و اگر اونجا سوالی دارید روی چارت زندم در موردش استفاده کنم. سعید نوشته فونتای قشنگی استفاده کرده. مرسی، مرسی سعید جان. خب محسن میگه شما گفتین که در همه تایم فریم ها جواب میده. بله در همه تایم فریم. ببینید، ببین محسن جان، این که در همه تایم فریم ها میشه استفاده کرد یا نه، در حالت کلی میشه استفاده کرد. خب اما خود بنیانگذار این نظریه میگه که در تایم فریم های بالاتر بهتر جواب میده، در تایم فریم های کوچیکتر میزان موفقیتش پایینه. برای همین توصیه نمیشه در تایم فریم کوچیکتر استفاده کنی. چیزی رو که من دیدم توی تایم فریم های بزرگتر درصد موفقیتش 70 تا 75% بود. این در تایم فریم های 1 ساعته، 4 ساعته و 5 ساعته، اینا میگم 5 ساعته، روزانه و هفتگی، درصد موفقیت 70. حالا ما میگیم 70 مثبت منفی چند درصد، درصد موفقیتش تو جای مختلف حدود 70% بود. اما تو تایم فریم های کوچکتر این درصد موفقیت به 60 50 و حتی 40 میرسه. برای همینی که عرض کردم خدمتتون که اینو سعی کنید در تایم فریم های بزرگتر استفاده کنید. تو تایم فریم های کوچکتر میزان موفقیت یا درصد این که درصد این که به شما بتونه کمک کنه در راستای اون چیز واقعی که میخواید، اون هدف واقعی که میخواید تو بازار داشته باشید، در اون راستا زیاد نخواهد بود. برای همین توصیه اینه که روی تایم فریم های بزرگتر بیشتر سعی کنید استفاده کنید. خب سوال دیگه اگه ندارید بریم روی چارت. بذارید ما
این چارت چیه؟ این چارت طلاست. من عاشق طلام، همیشه چارت طلا روی صفحه من بازه، اما بذارید چون شما معمولا بیشتر از یورو یو اس استفاده میکنید. بیت کوین امروز قیمتش به کجا رسید؟ 11200. خب یو اس دی ایندکس این یورو یو اس دی. این اصلا اینجا فراکتال هم دارم. خب این یورو یو اس دی ببین توی تایم فریم بزرگتر، این الان این دیشب که براتون اسکرین شات میگرفتم روی این نصب کردم. خب ببینیم الان توی تایم فریم 4 ساعته ما فراکتالی پیدا میکنیم یا نه تو تایم فریم 4 ساعته. یک دو نه این نیست. خب یک دو سه، یک دو سه، نه این نبوده. فراکتالی که یه مثال خوب براتون بوده باشه، اینم نمیشه. آها شاید یه این اول دومی سومی چهار و پنج، نه اینم این که بالاتر از این بسته شده. اینجا بچه شما فراکتال اینجا میبینید، فراکتال پنج تا یک شکل گرفته شده. شما اینجا فراکتال میتونید ببینید. من اینجا دارم سعی میکنم پیدا کنم یه نمونه واضح. خب بریم توی جی بی پی یو اس دی، شاید اینجا داشته باشیم. بذارید من اینجا اینا رو همه رو پاک کنم. صفحه شلوغمون رو یه مقدار خلوت کنم. خب حالا فراکتالز رنگ سفید بود. خب اینجا یک دو سه یک دو چهار پنج. یک دو سومی چهار پنج. بعدش اتفاقی نفتاد. دارم سعی میکنم بهترین مثال سعید روی 15 آگوست رو میگید که تو یورو یو اس دی یا هشت صبح 15 آگوست. اینجا آره راست میگید، یک دو این سومی همینش درست اینجا. آره این میتونه، آره این یه دونه فراکتاله راست میگی. آره خب اینجا هم الان ما یه دونه فراکتال میتونیم بگیم، اینجا میتونیم تشکیل شده یک دو این سومی، یک دو دو سه این چهار پنج. اینجا هم یکی هست شاید چیزتر باشه، شاید این در واقع این رو اینجا روشنتره. این یک، من رنگ اینو سفید کنم شاید بهتر مشخص باشه. رنگش سفید داره، رنگ سفید. آها خب
این یک، این دو، این سومی، حالا این یک، در واقع این چهار و این هم پنج. حالا این فراکتال ها اینجا یه فراکتال شکل گرفته، فراکتال آب فراکتاله. حالا اینجا بحث استاپ لاس تیک پروفیت ها رو میخواستم اینجا روی اینم براتون مشخص کنم. ببینید ما اول برای اینکه استاپ لاس تیک پروفیت ها رو مشخص کنیم، بذارید من اینم بکشم براتون. اینها الان سطوح مهم، میتونیم بگیم تقریبا این سطوح مهم من اینجا. یه سطوح مهم دیگه که فراکتال ها به ما دادن در این محدوده است. ببینید اینجا میبینید این خط اینجا، ببینید اینها این حدود بارها اینجا، این سطح تقریبا یه سطح مهمه. دوباره سطح مهم بعدی اومده در کجا زیاد تکرار شده؟ در این محدوده باز دوباره زیاد تکرار شده. دیگه خب حالا اینجا، خب الان اینجا ببینید الان یه فراکتال اینجا شکل گرفته. خب ببینید مثلا از این مود چطوری میتونیم استفاده کنیم. از این یه استفاده، یه اینو بخوام عرض کنم خدمتتون. خب این از این چطوری میشه استفاده کرد؟ ببینید اینجا یه مثال زدیم، حالا من اینو پاک کنم. این الان اینجا یه فراکتال شکل گرفته. خب توی فراکتال اگه ما الان کندل اینجا، یعنی این 4، این 5، این 6، هفتمی، اگر این هفتمی الان در واقع هنوز بسته نشده دیگه، بیاد بره بالاتر از این سطح بسته بشه، بالاتر از این سطح، یا هشتمی بیاد بره بالاتر، یعنی این دفعه یه صعود دیگه بکنه که این دفعه بالاتر از اون بسته بشه، این میشه تاییدیه صعود. این میشه تاییدیه. بعد اینجا میتونیم بگیم خب این یه به ما یه تاییدیه داده که روند در واقع از یه حالت نزولی، بعد خونسا، بعد یه دفعه سعودی برگشت پایین. این اگر بره این دفعه از این سطح که این سطحه بیاد عبور کنه و بالاتر از اون بسته بشه، میتونه تاییدیه در واقع این، در واقع بعد از این فراکتال هم باشه. این فراکتال میتونه کندل هفتم یا هشتم اینجا میتونه تاییدیه چی باشه؟ تاییدیه این که بعدی میتونه روند سعودی باشه. بعدش ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما میتونیم به صورت خرید وارد بشیم. حالا وقتی اونجا به صورت خرید وارد بازار شدیم، یعنی مثلا اومدیم با پوزیشن خرید وارد بازار شدیم، استاپ لاسمون رو کجا میتونیم بذاریم؟ استاپ لاسمون رو بعد میایم بر اساس، ببینید الان این خطوطی که اینجا هستن، بر اساس این فراکتال آخری بالاترین بالا اینجا که بسته شده، اینجا اگه ما خرید گذاشتیم، استاپ لاسمون رو میایم چیکار میکنیم؟ میایم در این سطح میایم مشخص میکنیم. پس اینجا نفعی که از این میتونیم استفاده کنیم اینه که اگر این بیاد در واقع از این قسمت کندل بعدی، یک کندل سعودی بیاد شکل بگیره بره بالا، روند سعودی رو برای ما تایید کنه، بعد استاپ لاسمون رو ما میتونیم بر اساس این مشخص کنیم. یا اگه مثلا اینجا اتفاقی که میافتاد، یا مثلا اگر اینجا این اومد، اگر اینجا فراکتال نزولی شکل میگرفت بعد میمد بالا، این کندل، این کندل به جای این که مثلا این میشه پنجم، این مثلا این کندل به جای این، یا مثلا این میشه ششم، این کندل به جای اینکه بره بالا اگر میومد پایین، این خط رو میگذروند، ما میتونستیم چیکار کنیم؟ در این قسمت ها به عنوان سل وارد بازار بشیم، فروش وارد بازار بشیم با تیک پروفیتی که اینجا قبلا این سطوح اصلی به ما داده بودن در این محدوده قیمت. استاپ لاسمون کجا میشد؟ این محدوده قیمت. اینطوری شما میتونید از این فراکتال ها برای تیک پروفیت و استاپ لاستون استفاده کنید. و اینکه مطمئن میخواید یه تشخیص بدید که روندتون یه روند صعودی یا نزولی هست، باید ببینید که مطمئن بشید که در واقع یه فراکتال آب فراکتال بسته شده و کندل ششم هفتم اومده چیکار کرده؟ بالاترین بالای اون رو گذرونده. یا فراکتال داون پایین بسته شده و کندل ششم هفتم اومده پایین ترین پایین اون رو گذرونده و رفته پایین. اینطوری شما میتونید در واقع از این به عنوان از این به عنوان در واقع بیاید چی میگم ازش به عنوان سیگنال خرید یا فروش تو بازار میتونید ازش استفاده کنید. این یه حالت کلی در مورد فراکتال ها. فراکتال ها یه موضوع ساده است و
پیچیده نمیخوام برای خودتون پیچیده کنید. این یه حالت کلیه و چیز خاصی هم به غیر از این هم نداره و نمیخوام که به یه حالت اینو برای خودتون یه مسئله سخت کنید، بگید که آقا مثلا چرا اینطوری رو کنید. به همین سادگی، یعنی شما به همین سادگی میتونید از موضوع فراکتال استفاده کنید و تو کارتون استفاده کنید، یعنی به عنوان یه تاییدیه برای پیدا کردن اینکه یه روند تبدیل به یه روند صعودی، یعنی کانفرمیشن یه روند. چون این که میگم به این سادگی بچه‌ها، ما پیدا کردن روند شاید مهمترین کارمون، یعنی یکی از مهمترین کارا، یا من میتونم به جرات بگم مهمترین کارمون اینه که ما روند رو درست تشخیص بدیم. وقتی که ما یه روند رو درست تشخیص دادیم، یعنی که میتونیم با ترجیحات درست وارد بازار بشیم. فراکتال ها میتونن این کمک رو به ما بکنن که ما بتونیم یه روند صعودی یا نزولی رو درست تشخیص بدیم. در تشخیص درست اینا میتونه به ما کمک کنه و کمک خیلی بزرگیه، ولی به همین سادگیه. یعنی شما باید یه فراکتال بالا پیدا کنید، اگر برای روند صعودی باید یه فراکتال بالا پیدا کنید که این کندل 6 و 7 اومده باشه، اون بالاترین بالا رو شکونده باشه، تاییدیه کرده باشه که داره میره بالا، و بعدشون میشه شما در واقع تاییدیه برای وارد شدن به بازار با حالت خرید. و یا یک فراکتال پایین داشته باشید که در برگشت کندل 6 و 7 بیاد چیکار کنه، اون پایین ترین پایین رو بگذرونه و پایین تر از اون بسته بشه، یعنی اون سطح رو برای شما بگذرونه. اگر اون اتفاق افتاد، یعنی تاییدیه صعودی نزولی بیشتر و شما باید با حالت فروش وارد بازار بشید. این خیلی ساده و به زبان ساده توضیح این که یه فراکتال از فراکتالیسم ما باید چطوری استفاده کنیم. یعنی بهترین استفادهش در واقع همین استفاده بود که عرض کردم خدمتون. سوال دیگه بچه، سوال دیگه دارید؟ امیر پرسیده که من تا الان باینری آپشن کار میکردم ولی الان میخوام به بازار فارکس یا اسکالپ وارد بشم، میخواستم تفاوت بین فارکس و اسکالپ رو بدونم. امیر جان، ما ببینید اسکالپ، ببینید فارکس و باینری دو تا موضوع جدا از هم هستند. اسکالپ یه موضوع جدا از اونه. خب اسکالپینگ یه استراتژیه، شما این استراتژی رو میتونید در فارکس استفاده کنید. یعنی اسکالپ با فارکس ربطش اینه که اینا دو تا چیز جدا از هم هستند. یعنی فارکس اینه که بگیم که مدرسه، مثلا مدرسه و درس ریاضی. مدرسه یه جایی که شما میرید اونجا درس ریاضی میخونید. حالا اسکالپینگ هم یه استراتژیه که شما در فارکس میتونید استفاده کنید. فارکس هم بازار آنلاین خرید و فروشه. در مورد اسکالپینگ ما وبینار داریم، لطفاً امیر جان برید کانال تلگرام، میگم کانال تلگرام پست خیلی قبلی، یا ساده ترش برید کانال یوتیوب ما. رو کانال یوتیوب ما در مورد اسکالپینگ فکر کنم یه 3-4 تا ویدیو وبینار، ویدیوهای مختلف هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی ما داریم در مورد اسکالپینگ، که میتونید بدونید که اسکالپینگ چیه، بعد همش اطلاعات حتما بگیرید. خب باینری آپشن سعی پرسه، حالا باینری آپشن سوال ایجاد شده. باینری آپشن اونم یه جورایی چطور از کام خدمتتون، اونم یه جورایی خرید و فروش آنلاینه، ولی در بیشتر کشورهای دنیا غیر قانونیه. یک چیزی شبیه فارکسه، ولی به این صورته که مثلا بذار من اینجا براتون بکشم، اینطوریه من اینجا براتون بکشم. ببینید تو باینری آپشن یه حالتیه که میگه مثلا قیمت الان مثلا داره بالا پایین میره، شما میگه مثل کازینو تقریبا شرط میبندید که در 30 دقیقه آینده یا 5 دقیقه آینده، حالا شرکت های مختلف تایم فریم های مختلف دارن، 10 دقیقه آینده قیمت از این سطح بالاتر میره یا پایینتر. یعنی میاد شرط میبندید روی در واقع بالاتر یا پایینتر رفتن قیمت از این سطح خاصی، از اینجا میره بالاتر یا میاد پایینتر. یعنی 5 دقیقه بعد قیمت، مثلا اگه الان قیمت 1500 طلا، میگه نیم ساعت شرط می‌بندین که نیم ساعت بعد قیمت پلاس 1500 یا ماینس 1500، و اگه پلاس بود شما حالا با اساس درصدایی که می‌ذارید میاد یه پولی برنده میشید، که خیلی بیشتر شبیه کازینو در واقع، و برای همین هم هستش که در اکثر کشورها، تمام میتونم بگم در تمام کشورها غیر قانونیه، یعنی دیگه بهش مجوز نمیدن، و کار کردن با شرکت باینری را من اصلا بهش توصیه نمی‌کنم. این در مورد باینری به صورت خیلی خلاصه.
اگه پرسه که تو کانال تلگرامی پیدا نمیکنه، تو کانال تلگرام جایی که لینک، جایی که ویدیوها، ویدیو وبینارا گذاشته میشه، اونجا لینک کانال یوتیوب هستش. اون کانال یوتیوب رو میتونید از اون طرف عضو بشید، سابسکرایب کنید و ویدیوها رو اونجا پیدا کنید. در فراکتال لازم خطوط ساپورت برای سیستم رو از گذشته بازار رسم کرد. ببینید در فراکتالیزم برای اینکه یکی از اون مواردی که برای در واقع ما تو فراکتال استفاده میکنیم تشخیص سطوح چیزه، استاپلاس و تیک پروفیته. استاپلاس و تیک پروفیت رو هم ما میتونیم از خطوط اصلی، سطوح اصلی مشخص کنیم. این سطوح اصلی رو من قبلا هم یه بار عرض کردم در مورد بحث استاپلاس و تیک پروفیت. من نظر شخصی اینه که من بر اساس درصد نمیام مشخص نمیکنم که استاپلاس من درصدش چقدر باشه، من میام بر اساس سطوح لولای اصلی مشخص میکنم. فراکتور هایی که از اون در واقع شاخص هایی هستن که میان لولای اصلی رو برای شما میتونن مشخص کنن و میتونیم بر اساس خطوط ساپورت و خطوط مقاومت و خطوط حمایت و مقاومت رو مشخص کنید و از اینها برای استاپلاس و تیک پروفیتتون استفاده کنید. خب در مورد کدوم یکی از نمادها سوال دارید؟ وحید در مورد پوندین پرسیده. در مورد کدوم یکی از نمادها USDCHF؟ اوکی دیگه سعید، در مورد مربعات گن و اینات، این چون موضوع وبینار این هفته نیست، اجازه وقتم نداریم، اجازه بدید در موردش یه روز دیگه صحبت کنیم. پوند دلار، خب یه پوند دلار دیگه، جی بی پی یو اس دی دیگه. خیلی دیگه نمادهایی که میخواین در موردش صحبت کنید لطفا بنویسید که من در یه چارتشون رو باز کنیم در موردشون یکی یکی ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم. خب جی بی پی یو اس دی در مورد جی ها، این اصلا چارتش هم بازه. در مورد جی بی پی یو اس دی پوند دلار، این در مورد جی بی پی یو اس دی. ببینید پوند در دو سه روز گذشته اگه دقت کنید، این پوند ما پوند یک هفته بود تقریبا یه روند خونسا داشتیم. این روند خونسا دیروز یه رشد سعودی داشتیم، یعنی بعد از اینکه روند خونسا داشتیم تقریبا یک هفته خونسا حتی رو به نزول. ببینید که در روند در حالت کلی دلار پوند دلار یه روند نزولیه، یعنی ما کاملا در وضعیت نزولی هستیم و هیچ شکی هم در این وجود نداره. و قبلا هم عرض کردم خدمتتون تا مشخص شدن وضعیت برگزیت همین آشه و همین کاسه، یعنی تا مشخص شدن دقیق وضعیت برگزیت ما امید خاصی به بحث امید خاصی به بحث سعودی بودن پوند نداریم. اما اتفاقی که دیروز افتاد رو میتونیم هم تحلیل تکنیکالش رو بگیم هم تحلیل فاندامنتال. تحلیل تکنیکالش این خط رو دقت میفرمایید، از من رنگ اینو سفید کنم. نه خیلی ساده شما بالاترین، یعنی این فراکت بالا الان که مثلا داریم در مورد فراکتال صحبت میکنیم، یعنی بالاترین بالاها رو که شما به هم وصل کنید میبینید که اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی تا نزدیک بالاترین بالا اومده، یعنی یه اصلاحی است. این علاوه تکنیکال. اما در بحث فاندامنتال دلیل اینکه دیروز این اتفاق افتاد، یعنی این صعودی که ما دیروز داشتیم، این دقیقاً بعد از اون خبری بود که آقای بوریس جانسون یه نشستی داشتن با امانوئل مکرون و قبل از اون هم یه نشستی داشتن با خانم مرکل که توضیح در مورد چی بود؟ در مورد این بود که به یه توافق یه کلیتی صحبت کردن در مورد این مرز ایرلند شمالی که تنها مرز این بریتانیا، مرز زمینی بریتانیا با اتحادیه اروپا است. اومدن یه صحبتی کردن که این صحبتی کردن که گفتن حالا یه روزنامه ها اومدن از این یه گزارشی تهیه کردن که اینو به عنوان دید مثبت نگاه کردن که یه اتفاق مثبتی تو بازار افتاده و تو میگم بازار یه اتفاق مثبتی تو روند گفتگوهای برگزیت افتاده و این اتفاق مثبت کمک کرد که پوند یه مقدار قوی بشه. ضمن اینکه روز قبل از اون هم ما دادای اقتصادی، یعنی صعود قبل از اون هم که اینجا ما داشتیم،
یه یعنی مال 20 آگوست، رو 20 آگوست ما یه سودی داشتیم که برای دادهای اقتصادی مثبتی بود که ما از شاخص سی پی آی بریتانیا داشتیم. این شاخص سی پی آی مثبت به علاوه اتفاق روز در واقع دیروز که گزارش روزنامه ها بود در مورد یه روند مثبتی در مذاکرات برگزیت بین آقای جانسون و امانوئل مکرون، این باعث شد که پوند مقدار صعود کنه. اما دوباره بعد از چند ساعت بازار مقدار ناامید شده نسبت به این مسئله که آقا پیشنهاد جدیدی نبوده و وقتی جزئیات این مذاکرات اومد بیرون، پیشنهاد اومد بیرون، گفتن که دیدن که اتفاق خاصی نیفتاده و تا همون 31 اکتبر که 30 روز دیگه هست، تا موقع 30 چند روز دیگه هستش، تا موقع وقتی دادن که بیان در واقع در مورد مرز صحبت کنن، نکته جدیدی نبوده. در اصل اون خبر اولیه یه مقدار متفاوت بود و اون باعث شد که پوند صعود کنه. این در مورد بحث فاندامنتالش. اما در مورد بحث تکنیکال پوند، در مورد بحث تکنیکال ببینید که الان مثلا ما RSI را هم اینجا من RSI هم که اینجا می‌بینیم، می‌بینیم که در چارت 4 ساعته با اینکه بالاتر از خط 50 است ولی با یه شیب تند داره میاد پایین. فعلا بحث نزولی نیستش، یعنی یه بحث توی چیزی که ما داریم می‌بینیم بیشتر خونسا هست و این وضعیت خونسا ادامه داره. البته یه بحثی هم اینجا هستش، چون در مورد جی بی پی یو سی داریم صحبت می‌کنیم، در مورد پوند صحبت کردیم، در مورد دلار هم باید صحبت کنیم که ببینید بچا ببینید دلار برگشته به وضعیت بالا. یعنی ما دیروز دلار رو توی سطح، یعنی الان ببینید این 20 آگوست، این 23، تو این چند روز دلار ما تا 98.31 هم رفت، یه کارکشن داشتیم، یه اصلاحیه داشتیم، دیشب تا 98.27 رفتیم و امروز 98.26، یعنی دوباره رفتیم. یعنی دلار داره نشون میده که توی روند صعودیه. صعودی بودن دلار باعث جی بی پی نزولی بودن جی بی پی او سی میشه، یعنی بالا رفتن این دلار باعث میشه که پوند دلار جی بی پی او سی نداریم اینجا وارد میکنه رو همین بذاریم روی همین جی بی پی یو اس دی یو اس دی سی اچ اف وارد کنیم رو یا روی خب یو اس دی سی اچ اف USDCHF مثل USDJPY بیشتر روندش به چه صورت؟ به صورت اینکه یکی از اون ارزهایی که ببینید CHF فرانک سوئیس یکی از اون ارزهایی که بهش میگن ارز کالا، برای بیشتر اینو من رنگشو فکر کنم اگر زرد کنم بهتر دیده میشه. خیلی خوب، فرانک سوئیس با ارزش طلا رابطه مستقیم داره و چون با ارزش در واقع طلا رابطه مستقیم، با قیمت طلا رابطه مستقیم داره، یعنی که هر چقدر ارزشش بره پایین این USDCHF میره بالاتر، یعنی با دلار میشه فرانک بیشتری خرید. وقتی که با دلار میشه فرانک بیشتری خرید، این روند USDCHF معمولاً برعکس روند طلا، XAUUSD کجاست؟ معمولاً برعکس روند طلاست. ما الان چارتاشون رو زماناشون رو یکی کنیم، یک ساعته، اینم یک ساعته. ببینید این یک ساعته USDCHF، اینم یک ساعته طلاست. معمولاً روندشون تقریباً میتونیم بگیم برعکس، حالا همون شدتش میتونه نباشه ولی روند برعکس میتونه داشته باشه. USDCHF با توجه به این که
ارزش دلار داره میره بالا، شاخص دلار داره میره بالا و خود سی اچ اف فرانک سوئیس در چند وقت اخیر ما داشتیم که خود فرانک سوئیس ارزش فرانک سوئیس داره کمتر میشه. این کمتر شدن ارزش فرانک سوئیس در چند ماه گذشته، حالا من دونه چارت 4 ساعته برم، کمتر شدن ارزش فرانک سوئیس بعد از اون خبرایی که در مورد اتحادیه اروپا و وضعیت اتحادیه اروپا هست و بالاتر رفتن ارزش دلار فعلا داره باعث میشه که یو اس سی اچ فعلا روی کانال سعودیه. اینو ما میتونیم تو آر اس آی هم ببینیم. الان میبینید که آر اس آی مدت از 12 آگوست، از 13 اوت که اومده بالا، که امروز 21 اوته، از 13 اوت که اومده بالای خط آر اس آی 50 همچنان داره در آر اس آی 50 حرکت میکنه. و با اینکه ما بارها روی خط از اینجا رفتیم، بارها رفتیم روی بحث 80% سطح 80 استوکاستیک اوور بای شده، یعنی خرید بیش از حد شده در بازار، ولی باز هم این پایین نیومده. دلیل اصلیش هم شاید به خاطر همین در واقع رشد دوباره ارزش دلار باشه. یو اس دی سی اچ اف در هم در چارت های 1 ساعت 30 دقیقه و 4 ساعته فعلا مثبت. دلیل اصلیش هم میتونیم برگردیم به در واقع بگیم که دلیل اصلیش میتونیم بگیم دلار باشه. اما اون همه اون جفت ارزهایی که با دلار رابطه مستقیم دارن، مثل یو اس دی سی اچ اف، مثل جی بی پی یو اس دی، مثل یورو یو اس دی، همه اونها از کجا میاد؟ همه اونها رو امروز بحثشون خیلی مهمه به خاطر اینکه ساعت چند به وقت ایران میشه؟ فکر میکنم ساعت 7-8 به وقت ایران میشه که سخنرانی آقای پاول رو داریم و همینطور نشست جکسون هول که تموم میشه. این نشست جکسون هول، بیانیه که در انتها صادر میشه و سخنرانی آقای پاول، ارزش دلار رو کامل مشخص میکنه، جهت روند دلار رو کامل مشخص میکنه و این مشخص شدن وضعیت دلاره که مشخص میکنه بقیه ارزهایی که جفتن با دلار وضعیتشون به چه صورت خواهد شد. ولی فعلا با توجه به شرایطی که الان داریم میبینیم، دلار در وضعیت صعودی، وقتی دلار داره رشد میکنه، بنابراین یو اس سی اچ اف و همینطور یو اس جی پی وای، اینها هم باید در وضعیت صعودی باشن، برعکس طلا مثلا. پوند ین جی بی پی جی پی وای، این جی بی پی جی پی وای. پوند ین رو من راستش اخبار ین رو میتونم، آها این پوند ین، ما اخبار دیروز ژاپن که داشتیم منفی بود، این سعودی احتمال علاوه فاندامنتال بخوایم بگیم، این بحث سعودی اینجا باید بر اساس اون شده باشه، چون اخبار ما دیروز اخبار منفی از چیز خیلی زیاد داشتیم، اخبار منفی از ژاپن داشتیم و امروز صبح هم این اخبار منفی رو داشتیم. سی پی آی ژاپن منفی بود دیروز و خبر پوندم که دیروز در واقع خبر توافق صحبت های بوریس جانسون هم احتمالاً همین تأثیری که روی یو اس جی بی پی یو اس دی گذاشته، همین تأثیر روی جی بی پی جی پی وای هم بوده. ببینید روندشون تقریبا یه حالت داره، همین خبر احتمالاً اونجا هم بوده. ولی علاوه تکنیکال بخوایم بگیم، تکنیکالی الان ما مدت زمان زیادیه که روی بحث سعودی هستیم. این بحث سعودی جی بی پی جی پی وای یه خورده برای مدت زمان طولانی یه خورده زیاد شاید، آها مدت زمان طولانی عرض کردم، منطقی به نظر نمیسه. الان در چارت روزانه که میبینم نمیم که بله درسته. شما الان ببینید اینو عرض کنم خدمتون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ین در حال قدرت گرفتن شدیده و این الان بالاتر از 38 اومده. ین ژاپن داره رشد میکنه. حالا اگر امروز میتونیم در حالت کلی اینطوری بگیم که امروز اگر سخنرانی آقای پاول بیاد نکته بگه که تایید کنه در این که نرخ بهره رو کاهش میدن، بیشتر از 25% نخصن و یه سری اقدامات تسهیلی انجام میدن، اینها باعث میشه که وضعیت بازار برگرده و اون پناهگاه ام بودنه برگرده، در واقع از بین بره و ین الان، ین ژاپن که به عنوان پناهگاه ام داره استفاده میشه، میگه در واقع خواهانش کم بشه. خواهان اون که کم بشه، این روند صعودی میتونه ادامه داشته باشه. پس روند صعودی ین
در حال حاضر یه مقدار وضعیتش بستگی به تصمیم گیری فدرال رزرو امریکا داره نسبت به اینکه یک محرک بده به بازار یا محرک نده. چون اگه محرک بده به بازار، اتفاقی که میفته اینه که چون الان یکی از اون ارزهایی که به عنوان پناهگاه امن استفاده میشه، یعنی وقتی در حالت بمبختگی بازار که امروز داریم، خیلی ین خریدن و پولشون رو در واقع ین دارن نگهداری میکنن. اگر اقدامات محرکی فدرال رزرو بیاد بیشتر بشه، اون اتفاقی که میفته اینه که خواهان ین، یعنی فروش ین بیشتر میشه و ما این روند صعودی رو باید ادامه بدیم. ولی در حال حاضر چیزی که الان میتونیم ببینیم که تا یک سطح، یعنی تا سطح 61.8% که میشه 1 ممیز، ببخشید، میشه 132، تا 132 احتمال بالا رفتنش هستش، تا 132 دلار احتمال بالا رفتن فعلا هستش تا اصلاحیه شکل بگیره. چیزی رو که ما داریم میبینیم که RSI داره برمیگرده بالا، در ما در چارت 4 ساعته هم RSI هم استوکاستیک فعلا روند صعودی رو دارن به ما نشون میدن. خب طلا، چشم، چارت دلار رو از کجا بیاریم سعید جان؟ چارت دلار رو شما میتونید که چارت دلار رو شما میتونید از تو همین بخش نمادهاتون USD ایندکس، اینجا برید USD ایندکس رو سرچ کنید و از اینجا بیارید USD ایندکس، اینطوری بنویسید USD ایندکس، اینجا میاد و چارت دلار رو میتونید برید رو صفحتون. خب طلا، در مورد بحث طلا شرایط شاید یه مقدار متفاوت باشه، در مورد طلا شاید شرایط یه مقدار متفاوت باشه. ببینید بچه ها، طلا اومد، ما چیزی که در چارت بزرگتر شما اگه بریم، طلا بعد از اینکه به بالاترین سطحش روی 1500 و تقریبا 40 دلار، ببینید به بالاترین سطحش که تقریبا 1540 دلاره وقتی اومدیم رسیدیم، الان برگشتیم داریم اصلاحیه انجام میدیم. این اصلاحیه رو من اینطوری میتونم بگم که این یو اس ایندکس هم من اینجا براتون بیارم. ببینید طلا با این شاخص طلا دیلی 4 ساعته کنیم، اینم 4 ساعته کنیم، ببینید شاخص طلا، این ارزش طلا داره میاد پایین در صورتی که دلار داره میره بالا. دلار الان بالاتر از خط 50 در خط EMA 50 داره حرکت، مووینگ اوریج 50 داره حرکت میکنه و طلا زیر EMA 50. اینها رابطه برعکس دارن با نسبت ارزش دلار. ارزش دلار با توجه به اتفاقاتی که داره تو بازار میفته و اینکه دیروز مخصوصا دو تا از اعضای فدرال رزرو شدیداً مخالفت کردن با کم کردن نرخ بهره، فعلا ارزش دلار داره میره بالا. بالا رفتن ارزش دلار به معنی پایین‌تر شدن طلاست و در کلیت ما اگر حتی سطوح فیبوناچی طلا رو هم نصب کنیم، 61.8%، یعنی مخصوصا اگر ما به سطح 38.2 یه بار دیگه برسیم، چون ما 38.2 رو یه بار گذروندیم، اگه 38.2 رو یعنی تو 1485 ما 38.2 رو یه بار دیگه بگذرونیم، احتمال رسیدن به 61.8 یعنی 1454 تا 1455 دلار بسیار بسیار بالاست و اصلاحیه طلا تا این سطح اصلا دور از انتظار نیستش. یعنی اون اصلاحیه رو ما تا این سطح بیم انجام بدیم چیز دور از انتظاری نیستش و پیش بینی اینه که به اون سطح میرسه، مخصوصا اگر ما سطح 38.2% رو معامله کنیم. برای امروز من پیشنهادم اینه که تا سخنرانی آقای پاور خرید و فروش انجام ندید، صبر کنید آقای پاور سخنرانیاش انجام بده و بعد بر اساس سخنرانی آقای پاور بتونید تصمیماتون رو بگیرید. این در مورد طلا. در مورد نفت، در مورد نفت و جی بی پی کات، خیلی خب اینا با هم دیگه میتونیم توضیح بدیم. در مورد نفت ببینید بچه ها، نفت روند سعودی رو دیروز ادامه دادیم تا قبل از اینکه این روند سعودی نفت، دیروز روند سعودی نفت ادامه پیدا کرد تا قبل از
مشخص شدن یه نکته ای که الان عرض کنم خدمتتون. این روند تا اینجا بود و پیش بینی هم بود که سعودی ادامه پیدا کنه، هم به خاطر مسائل ژئوپلیتیکی به وجود اومد، هم به خاطر دادای API و EIA یعنی سازمان اطلاعات انرژی و که میزان ذخیره سازی های سازمان پترولیوم و سازمان اطلاعات انرژی که میزان ذخیره ساز ذخیره های نفتی ایالات متحده رو اومدن خیلی کمتر پیش بینی کرده بودن از میزانی که بود، یعنی داده ها از پیش بینی ها خیلی کمتر بود، روند سعودی پیش بینی میشد، تا اینکه یه خبری اومد که رویترز اگر اشتباه نکنم رویترز اعلام کرد یا بلومبرگ که بودجه بندی روسیه به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت اومده بودجه سال آیندهش رو بر اساس نفت 49 دلار رو خورده، حالا بگیم نفت 49 دلار نوشته، یعنی نفت رو خیلی خیلی اومده پایین، یعنی قیمت نفت رو بر اساس 49 دلار که من ببینیم که مثلا کی آخرین دفعه 49 دلار بوده به اینکه متوجه بشه که این 48 49 دلار آخرین دفعه اینجا یعنی ما آخرین دفعه سال ژانویه ما اینو داشتیم 49 دلار توی ژانویه 2019 طبعا 7 8 ماه گذشته، یعنی پایین‌ترین سطح این پایین‌ترین سطح سالانه رو تقریبا گذشته، این برآورد بودجه برآورد بودجهش بر اساس 49 دلار اومده برآورد کرده، این پایین مشخص کردن یعنی پایین‌تر گذاشتن این 49 دلار اینقدر پایین گذاشتن پایین بررسی کردن قیمت نفت که تو بودجه بندیش یعنی بودجهش اومده مثلا ایران میان بودجه رو بر اساس قیمت نفت می‌نویسن، مثلا میگن نفت رو میایم بشکه 60 دلار محاسبه میکنیم، بعد بودجه رو که میخوام بنویسن چون درآمد تا درآمد نفتیه میان بر اساس بودجه نفت چیز میکنن، بر اساس بودجه بر اساس قیمت نفت بودجه رو مینویسن. روسیه دیروز اعلام کرد، دیروز خبرها بود که روسیه اومده بر اساس 49 دلار بودجهشو نوشته، یعنی اینکه برآوردشون از قیمت بسیار پایین‌تره و این پیش بینی و این برآورد پایین دولت روسیه که به معنی که مهمترین صادرکننده نفت است باعث شد که قیمت نفت شدیداً افت پیدا کنه. اما با توجه به وضعیت تنش‌هایی که داریم و وضعیت بازار سهام فعلا این بازار سهام الان امروز پیش بینی میشه که تا مشخص شدن وضعیت بازار سهام این روند خونسا باشه، یعنی فعلا که ما روند خونسا رو خواهیم داشت تا جکسون هیل نشستش مشخص بشه، یعنی بیانیش بیاد بیرون و با توجه به اونه که ما امروز میگم همه چیز امروز وضعیت امروز بازار کلا خیلی بستگی داره به این نشست جکسون هیل که روز دومشه و سخنرانی آقای پاول که اگه اینا بیان یه سری اقدامات محرک بدن قیمت نفت میره بالا، برعکس طلا که میاد پایین نفت میره بالا. چرا؟ چون میاد وضعیت اقتصاد بهتر میشه. چرا؟ چون میاد صنعت، یعنی در واقع میان میگن ما میخوان یه سری اقدامات تسهیلی بدیم به بازار، پولها برگرده تو بازار سهام، ما بانکهای مرکزی بیایم سهام یه سری سهام ها رو خریداری کنیم تو بازار سهام سرمایه گذاری کنیم، یعنی بازار مثلا بانکهای مرکزی بیایم به جای اینکه بیایم توی خونه ها سرمایه گذاری کنیم تو صنعت مسکن سرمایه گذاری کنیم، بیایم تو صنعت تو سهام سرمایه گذاری کنیم. اگر این اتفاق ها بیفته باعث میشه رونق صنعت رونق بگیره و رونق گرفتن صنعت باعث بشه که قیمت نفت هم بره بالاتر. در حال حاضر فعلا خونسا پیش بینی میشه تا وضعیت بازار سهام امروز مشخص بشه. این مسئله رو عرض کردم، این مسئله رو ما برای یورو یو اس دی هم داریم. ببینید یورو یو اس دی حالا بحث یورو یو اس دی یه خود متفاوت تر اگه بخوام بگیم به خاطر در ببینید یورو یو اس دی که ما تو چند وقت اخیر من هفته قبلم که صحبت میکردیم عرض کردم خدمتون که اقتصاد حوزه اروپا اقتصاد بسیار ضعیفی شده. بعد از مدت ها دیروز ما فقط دیروز بود که شاخص پی ام آی یعنی شاخص مدیران خرید بخش خدمات و بخش تولیدات فرانسه و آلمان تنها داده های مثبت در چند هفته اخیر از اتحادیه اروپا بود و اینها باعث میشه که فعلا دلار بره پایین، فعلا ارزش یورو بره پایینتر و مخصوصا اینکه دلار هم داره میره بالا، یعنی همزمان با صعود دلار یورو هم خود یورو به صورت جداگانه داره میاد پایین. حالا صعود دلار و اینا هم که بیایم یه جفت ارزش بخوام در نظر بگیریم، روند نزولی فعلا حتی در چارت های روزانه 4 ساعته 1 ساعته ما در همه چارت ها فعلا یورو یو اس دی در وضعیت نزولی میبینیم، یعنی فعلا خبر خاص مثبتی از حوزه اروپا ما
نداریم که بتونیم پیش بینی یورو رو بگیم پیش بینی مثبت. فعلا دلار در حال رشد و یورو یوستی رو ما میتونیم بگیم منفی. اما در مورد یوستی کاد که بچه‌ها پرسیده بودن، یوستی کاد برعکس روند یو اس اویل، یعنی چرا؟ به خاطر اینکه کانادا، دلار کانادا، بودجه دلار کانادا، بودجه کانادا خیلی بستگی به قیمت نفت داره و روند هر چقدر قیمت نفت بیشتر بشه، دلار کانادا هر چقدر قیمت نفت پایین‌تر بیاد دلار کانادا بیشتر میشه و چون یو اس دی یعنی دلار اوله و بعد کانادا دومه، یعنی هم ارزش دلار داره بیشتر، دلار امریکا داره بیشتر میشه، هم به خاطر کم شدن قیمت نفت ارزش دلار کانادا داره کمتر میشه. یو اس دی کات سعودیه، یو اس دی کات تقریبا روندش هر طور که عرض کردم برعکس یو اس اویل در نظر بگیرید، بر اساس قیمت نفت در نظر بگیرید. فعلا با توجه به افزایش قیمت، حتی اگه بگیم نفت هم قیمتش سقوط نکنه، اما خود دلار داره افزایش پیدا میکنه، در چارت های در حالت کلی، در چارت های روزانه و یک ساعت و چهار ساعته، ما در یک وضعیت خنثی رو به بالا قرار داریم، همون وضعیتی که ما الان برای یو اس اویل هم داریم میبینیم. اما یعنی یو اس اویل خنثی رو به پایینه، یو اس دی کات یه خنثی رو به بالاست به خاطر وضعیت قیمت نفت از یه طرف و از طرفی هم رشد قیمت، رشد دلار، یعنی طبعا یه وضعیتی شبیه جهت عکس نفت رو داره قیمتش یو اس دی کات. در حالت در چارت های روزانه، در چارت 4 ساعته خنثی یه مقدار رو به بالاست، در چارت یک ساعته فعلا صعودیه، چون در چارت یک ساعته نفت نزولیه، چارت یک ساعته نفت نزولی میتونیم ببینیم، چارت یک ساعته یو اس دی کات رو میتونیم صعودی ببینیم. این در مورد یو اس دی کات که پرسیده بودید. محسن سوال داشت که رفته. خب سعید پرسید این نقاط چقدر خوب روند رو نشون میده. کدوم نقاط؟ این نقطه ها رو میگی سعید؟ اینا پارابولیک سیاره. اگر این نقطه های سیاه رو میگی، اینا پارابولیک شاخصه ای هست به نام پارابولیک سیار. سیمین میگه برای نفت من از پارابولیک سیار استفاده میکنم، علت خاصی داره؟ من پارابولیک سیار رو دوست دارم، یکی از اون شاخصهایی که من خودم شخصا دوست دارم. من پارابولیک سیار رو در واقع پارابولیک سیار رو میام در ترکیب با چیزهای دیگه استفاده میکنم. حالا مثلا من روی چارتهای مختلف چیزهای مختلف میذارم، مثلا پارابولیک سیار روی نفت، پارابولیک سیار میذارم روی طلا، میام معمولا میام مکدی میذارم، آرسهای رو تقریبا برای همه استفاده میکنم و میانگین حرکتی 50 روزه. اینا چیزایی که من بر اساس اینا بیشتر استفاده میکنم. قبلا عرض کردم خدمتتون بچه ها، هر کسی از در واقع شاخص های فنی که خودش صلاح میدونه و بیشتر مورد استفاده شه و راحت تره باش میتونه استفاده کنه. هیچ کدوم از اون شاخص های فنی نسبت به بقیه ارجحیت خاصی نداره، صرفا مورد علاقه است. من مکدی رو دوست دارم، پارابولیک سیار رو دوست دارم، استوکاستیک اینا آرسای با اینا رابطه بهتری برقرار میکنم و برای همینه که از اینا بیشتر استفاده میکنم. خب سعید چجوری اینا آوردین؟ سعید جان پارابولیک سیار، پارابولیک سیار مثل همه شاخصهای دیگه اینجا هسته، شما از اینجا میتونید پارابولیک سیار رو پیدا کنید تو روند خاص. پارابولیک سیار اینه. خیلی وقتمون هم تموم که شد که هیچی، یه نیم ساعت هم بیشتر از وقتمون بودیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. بچه ها وبینارهای هفته آینده رو، هفته آینده رو شرکت کنید حتما. ما هفته آینده در مورد محدوده ویلیامز صحبت میکنیم و سی سی آی، محدوده درصد سی سی آی و نظریه ویلیامز صحبت میکنیم. در مورد این حتما این صحبت شرکت کنید و وبینار بعدی هم در مورد نیوز تریدینگ یا خرید و فروش با خبرها خواهد بود. اگر سوال دیگه مونده که نتونستم جواب بدم، لطفاً از طریق ایمیل بر من بفرستید تا بتونم در اولین فرصت به ایمیلاتون جواب بدم. پیروز باشید. و آها وحید، درخواست وبینار رو، وحید جان درخواست وبینار رو از بخش ارتباط با ما از طریق ایمیل ها یا ایمیل این iran@hotforex.com یا webinar@iran@hotforex، حالا فهم هر کدومش که برای شما راحت تره، از طریق این ایمیل ها موضوع های وبینار رو و پیشنهادهایی که دارین در مورد وبینار ها از طریق این ایمیل ها لطفا برای ما بفرستین، یا از طریق اسکایپ یا تلگرام هم میتونید بفرستید، فرقی نمی کنه.
خیلی امیدوارم که سال دیگه نمونده باشه و به همه سوالا جواب داده باشم دیگه. سال دیگه بچه، سال دیگه هر سال دیگه مونده لطفا از طریق ایمیل برای من بفرستید. مرسی از همه شما هم همینطور که شرکت کردید و تا هفته آینده و وبینار بعدی، خدا یار و نگهدار همه شما. شما هم روز خوبی داشته باشید.